سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم لیگ قهرمانان حیوانات خانگی. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم لیگ قهرمانان حیوانات خانگی یک فیلم انیمیشن کمدی ابرقهرمانیه که بر اساس کمیک‌های DC توسط کمپانی برادران وارنر ساخته شده و کارگردانی این فیلم رو جرد استرن انجام داده که اولین فیلمش هم هست. دوین جانسون راک صداپیشگی نقش کریپتو رو در این فیلم داره. او بازیگری رو با بازی در فیلم بازگشت مومیایی آغاز کرد و با بازی در فیلم پادشاه عقرب اسپیناف این فیلم بازیگری رو ادامه داد. در فیلم های همچون سربلند، نقشه بازی، فیلم پری دندان، فیلم هرکول، فیلم رمپیج و فیلم اعلان قرمز هم بازی کرده. کوین هارت کمدین و بازیگر معروف آمریکایی در این فیلم صداپیشگی نقش ایکس داره. از فیلم هایی که او بازی کرده میتونم فیلم استراتژی خروج، فیلم سواری با هم، فیلم سخنران عروسی، فیلم فادرهود و فیلم مردی از تورنتو اشاره کرد. دیگر صداپیشگان این فیلم کیت مکینون در نقش لولو خوکچه هندی، جان کرانزیسکی در نقش سوپرمن کال ای، ونسا بایر در نقش پی بی خوک، ناتاشا لیون در نقش مرتون لاکپوش، دیوگو لونا در نقش چیپ سنجاب، کیانو ریوز در نقش بتمن و اولیویا وال در نقش لویز لین اشاره کرد. خب بریم سراغ خلاصه داستان این فیلم. زمانی که کال ای قراره با سفینه به زمین فرستاده شه از کریپتون، تور سگی هم به نام کریپتو با او به زمین میاد. هر دوشون با هم بزرگ میشن و کریپتو تبدیل میشه به بهترین دوست سوپرمن و مانند او قدرت های ابرقهرمانی داره. سوپرمن قراره که با لویس لین ازدواج کنه و این باعث حسادت کریپتو به این رابطه میشه. یک شب که سوپرمن با لویس لین قرار عاشقانه داره، توسط لولو یک خوکچه هندی دزدیده میشه و قصد داره که تمام اعضای لیگ قهرمانان رو این خوکچه هندی از بین ببره تا به فرد مورد علاقهش لکس لوتر خدمت کنه. به همین دلیل کریپتو رو هم با کریپتونات سبز مسموم میکنه و کریپتو قدرتاش از دست میده. کریپتو برای کمک نزد گروهی از حیوانات خانگی که تا دارای ابرقدرت هستن میره تا به او کمک کنن که جان سوپرمن رو نجات بدن. انیمیشن لیگ قهرمانان حیوانات خانگی بر اساس کمیک های DC ساخته شده. انیمیشن خوب و قابل توجهی، سطح کمدی خوبی داره، داستان جالب و جذابی داره که مخاطب رو جذب خودش میکنه. صدا پیشگی بازیگران معروف از جمله دوین جانسون و کوین هارت از نکات مثبت دیگه این فیلمه که باعث جذب مخاطب بیشتری برای این فیلم شده. فیلم در فروش گیشه چندان موفق نبوده ولی شکست خورده هم نیست و یک فروش متوسط داشته و قراره بر اساس همین فیلم یک بازی ویدئویی هم ساخته شه که احتمالاً در آخر امسال هم پخش بازار خواهد شد و در کل فیلم خوبی برای تماشا رو داره. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.